با سلام و احترام مجدد خدمت دوستان عزیزان، خدمت شما عرض کنم که راجع بحث اشتغال و کار صحبت کردم. من تزم دقیقا اون تز اون ضرب اثر چینیست. چینا رو نگاه نکنید که آشغال فروش شدن، آشغال خور شدن، دوز شدن، خائن شدن، کم میفروشن. من کاری ندارم. چین قدمت زیاد داره، مثلا حکمای خیلی خوبی داشته. در چین میگن که اگر کسی صبح بسوی ماهی در خونت گذاشت بهت خیانت کرده، اما اگر بهت ماهی گرفتن یاد داد بهت خدمت کرده، اما اگر آمد به توربافی یاد داد منت سرد گذاشته. تا چی کردید؟ یعنی این کار ما میخوام کار بکنم، توربافی خودشون یاد بگیرن، خودشون کار بکنند. مردم ها توانشو دارند، شکل بسه نیست. خب من دوباره کلیپ رو بزنم براتون که بله. ماموران حکومتی به تجمع مالباختگان مقابل دفتر رئیس جمهور رئیس قوه قضاییه حمله کردن. دست درد نکنه. صدها تن سرمایه‌گذار مالباختگان شرکت پیش فروش رضایت خودرو تراوت نوین سه روز شنبه هفتم شهریور در مقابل دفتر رئیس قوه قضاییه در تهران در تجمعی که با حمله نیروهای حکومتی مواجه شد خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. مطالبات حق نداره بگید حتما. خب یه عکسی اینجا از واسه اومده خیلی جالبه. حالا یه آقایی میگوید صورتی آقا رو گوش کنید. الله یه آقای جوانی میره پیش پیر مردی که او دشت دوت ساسن داره و میگه که یک نصیحتی جوانی دور زمانه رو بکن. جالبه جوانه نسل 70 و 80. الله اکبر. نترم بقول دسولیا. یعنی چی؟ یعنی نمیتونم. یعنی چون عقل جوانا فعلا از عقل ما خیلی بالاتره، خیلی روشنترن. امیدوارم که از روشنای عقلشون استفاده کنن. دم شما گرم که اینقدر آقا. خب یک کلیپ دیگه هست، یه آقایی که من زیاد نمیشناسمش، براتون بگم. یه جوان عراقی همزمان با 10 تا دختر ازدواج کرده. عکس عروسی هم هست، فیلمش هم هست. خب دیگه هم یه جوری دیم به خاطر تفریحات میگم. بله خدمت شما. این جوان من نمیگم، آقای آرشام رضایی هست که صحبت میکنه. من زیاد نمیشناسم ولی بعد حتما بررسی میکنم ببین صحبتش چی هست. گوش میکنیم با هم دیگه. آقای آرشام رضایی بخشید. صبح امروز 12 نفر از نیروهای امنیتی وابسته به اطلاعات سپاه در پوشش کارکنان اداره برق به منزل مادرم یورش بردم و قصد بازداشت من رو داشتن که موفق نشدم و از این رو تمامی مدارک های هویتی و کارت‌های بانکی رو با خودشون ضبط کردم و بردن. فقط خواستم بهتون بگم ما تمام این عذاب‌ها رو تحمل کردیم تا 25 شهریور برسه و این که اگر من الان دارم از دست شما فرار میکنم به منزله ترس من نیست. من زمین بازی رو به نفع 4 تا کفدار مثل شما خالی نمی‌کنم. 25 شهریور شما رو توی خیابون میبینیم و مطمئن باشید اونجا هم تمام قد جلوتون وایسادیم. ما از هیچ چیزی ترسی نداریم. ما دست از جونمون میکشیم ولی دست از ایرانمون نمیکشیم. پاینده ایران جاوید شاه. دمت گرم. واقعا قشنگ گفت. اینم بی بی سی پخش کرده ها. بی بی سی هم خلاصه. خب صحبت خانمم گوش میکنیم. اینم خیلی قشنگ گفته. خیلی جالب صحبت کرد. بزنید بخونم بعد. محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفت واقعا آدم میگه اگه هر روز چیز جدید نشنوه و نبینه گوشش کر میشه. محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفت در لیالی محرم الحرام خیمه هایی در کنار چادر اصلی هیئت مهیا میشه تا زوجهای جوان ضمن استماع روزی ابو عبدالله و در حالی که چشمانشون پر از اشک نطفه فرزند جدید منعقد کنند. باور کن هست ها، فکر نکنید دارم جوک میگم. یعنی اگه جوکم بود به ذهنم نمیرسید این حرفا. با
فرادعشاده نطفه منفرده منعقد کنند. در این محل از زوجین ثبت نام به عمل آمده و کارت نطفه عاشورایی به آنها داده خواهد شد. در صورتی که نطفه در آن شبهای عزیز بسته شود، زوجین می توانند با دست داشتن مدرک مدارک پزشکی از 20 میلیون تومان جایزه نقدی برخوردار شوند. که چی بگم دیگه، حرفی گفتن نمیذاره. خب اینو گوش کنید چی میگه خانم. آمریکا هیچ غلطی نمی کند. این جمله درخشان امام و تارک تاریخ ایران و جهان می درخشد، چون همواره ما مسئولیم غلطها و اشتباهات تاریخی را مرتکب شدیم. اگر تاریخ این سرزمین را نگاه بکنید، متوجه می شوید که هر جا از پای افتاده ایم به واسطه قدرت دشمن نبوده است، بلکه به واسطه ضعف خودمان بوده است. و مزدوران داخلی زمینه شهاد البته مال شما رو من کار داشت فیلم دارید میگه دیگه، ولی میخوام بگم جا همه غلط رو خودمون کردیم، یعنی از خود خمینی زنجا یه تنکیش که غلط نکرد از خودم هر غلط خودمون کردیم. بله خب این هم گوشون باندی جالبه. 100 میلیون میخواست آقای هاشمی. میگم من 300 میلیون داشته باشم کارم را میفته، اینقدر کارا میکنم. یه برنامه تلویزیون میخوام. نه الان آقا چقدر پول میخوان که این همه کارا رو بکنی؟ یه ادعا بکنم، ادعاست میده. ببینید اگر یک پشتوانه های بزرگ بیاد، خب من قول میدم تا 10 نهایت 15 سال دیگه مثل رشته های علمی کشور، نظامی کشور، من ایران به یک ابرقدرت بازی جهان تبدیل میکنم. آجا با عدد ادعا با عدد داشته باشه، من بتونم اندازه‌گیری کنم ادعاتون، ببینم چقدر میارزه. کفش 100 میلیارد. برای این 100 میلیارد ابرقدرت؟ بله آقا، به نظرم 5 بار دیگه باید کف بزنید با 100 میلیارد. خیلی جالب بوده. ولی کم بزیاد آقا، ولی این که میخوای ما رو ابرقدرت گیم کنی، چون من خیلی دوست دارم یه سکه دیگه هم فعلا میذارم اینجا تا انشالله ببینم بقیه رو میتونم بدم یا نه. خدمت رو اصلا یاد نوریزاد افتادم. من نوریزاده ها، نوریزاد تیران هست این دلغکه این خانم. این رفت پیش خامنه ای و گفت آقا دکتر، خودش هم میدونی که چندین سال خودش از بازجو و از این کسی وحشتناک بوده، معاون شهید مداری روزنامه کیهان بوده. خیلی نوریزاد، نوریزاده نمیگم. خودش آقا گفتن آقا کار فرهنگی رو رفت، گفت آقا جون این سواد مثلا من 17 و 20 سال پیشه. رفت پیش خامنه ای گفت 4 میلیارد تومان به من وام بدین، من فیلم بسازم که دنیا رو بتره کنه نه ایران. خب گفتن آقا واقعا آدمی با تجربه اینجوری، هم 4 میلیارد هم بهش دادند. چیکار کرد؟ داد زندگی همین فکر فامیل خوش درست کرد. اون موقع چاره خیلی پول بود، ما دوره هنوز دوره 700 هزار تومان میچرخید. بچه‌م رفت زندان، گفت آقا نتونستم. مدت زندان بود و فیلم ساخته خالص الان دیر هست، الان آبستن حکومت هست، ولی خب دیگه در کل اینم یه جورشه. خب رئیس بانک مرکزی 9 ماه بعد از انتصاب منتصب شده گفته که عامل ناترازی دولت، عامل ناترازی بانک هست. ساعت خواب تا که دفاع میکردی. محمد رضا فرزی رئیس کل بانک مرکزی گفت دولت یکی از مهمترین عوامل ناترازی بانک هست و ناترازی دولت به بانک های دولتی و خصوصی منتقل میشود. فرزی 9 ماه پیش به این سمت منصوب شد. کارشناسان اقتصادی میگویند دولت بانک مرکزی را صندوق پسنداز خود میداند، نه یک نهاد مستقل. رئیس صندوق توسعه ملی
من جواب اینو بدم، اینجا خیلی جالبه. مردم نگرانند عمله عرب ها و غیر عرب ها شدیم. جهت اطلاع به شما بگم آقا جون، یا سنت قد نمیده یا آلزایمر داری. حکومت که من سر کار، اولین کاری که شد بیکاری دست کشور را افتاد، کارخونه تعطیل شد، همه کار خلاصه خیلی خیلی از کتاب ده. جهت اطلاع بگم امارات بعد یه خود جون گرفت، اولین ران تاکسی تو امارات دارن ایرانی بودند. جهت اطلاع بعد هندی و پاکستانی جای اینا رو گرفتند. یا تو نمیاد صفحه تو خیابونه که شکل هواپای توش هست، صفحه ژاپن رفتن چه صفحه بود؟ تو تعداد زیاد رفتن بعد یه بست ژاپن بست رفتن چی کار میکردن تو ژاپن نظر شما؟ غیر مورد سوزی میکردن و بعد یه باشه به کار خلاف افتادند. جهت یادآوری به شما گفتم چون فراموش خواهی بکنید، مردم خیلی وقت افتادند، شما خبر نداری، ولی در عوض جای خوبم افتادند. در کشور آمریکا، در کشور اروپا، در جای دیگه بودن، درس خوندن و رشد کردن بالا. فقط کارگری نیست. رئیس صندوق توسعه ملی با ایران با اشاره به توسعه پرشتاب کشورهای منطقه گفت مردم نگرانند که عمله عرب ها و غیر عرب ها شویم. بشه از ایران بهتون بگم دوستان، الان اگه سرمایه‌داری ایران که در دبی هستن، آقا من میدونم دیگه، و عمان هستند، حالا عمان توان مالی بالاست، اینا بخواد سرمایه از اونجا بکشن بیرون، مثلا برج العرب رفتین دیدین دیگه 50 تا مغازه بیشتر نداره. اگر اضافه کردم خبر ندارم. 49 تاش ایرانی خریدن. 49 تا مال ایرانی است. در عمان هم همچنین. در چند کشور دیگه فقط غیر از کووید که دیگه از حرف گذشته. رئیس صندوق توسعه ملی باشه به توسعه پشتاب کشورهای منطقه گفت مردم نگرانن که ما عمله عرب ها و غیر عرب ها شدیم. مهدی قزنفر روز شنبه 7 شهریور توسعه اقتصادی با نرخ رشد بالا را از جمله مؤلفه‌های لازم برای اقتدار ملی دانست و پیش‌بینی کرد که کشورهای دیگر با درآمدهای سرشار خود به تدریج ایران را از نیروی انسانی و فرصت‌ها تخلیه خواهند کرد. البته پزشکا دارن میرن، پرستارا دارن میرن، اینا تخصص دارن، حقوقشون هم بالاست، خارج تصور تون. مخصوصا پزشکای ایرانی هر جای دنیا باشن متفاوت هستن. هر جای دنیا باشه اینا دست بالا رو دارن. پرستاره ما تو مثلا کشور کانادا وقتی رفتم اونجا، هر خوب یک دکتر داشته، سواد خیلی زیادی دارن، فقط کارگر نیست. ایرانی ها کارگری نمی کنن، راحت بهتون میگم، مگر که خیلی چیز باشن و اول چون بعد از چند وقت خوشون راه میفتن و هر کنون رو خودشون یلی میشن. تو ژاپن همینطور شد. تو ژاپن اکثرا بعد از مدتی خواسته راه دیگر یاد گرفتن، پول در آوردن، جوری شد که عده خلافکارشون رو خود مخابرات ژاپن استخدام کرد سر سکای در شارژ کردن کارت تلفنشون. من میدونم 1400-500 تاش خود دولت ژاپن استخدام کرده شاهکار شما. مهدی قزنفر گفت اون که وزیر صنعت معدن و تجارت در دولت احمدنژاد بود و کانال 90 اقتصادی در کانال به کانال 90 اقتصاد گفت فراهم بودن شرایط در کشور دیگر برای جذب سرمایه‌داران ایرانی موجب استعمار زدگی کشور می‌شود. پس نگو که عمله او سرمایه داران ایرانه بحل رفتن. این در پی تشدید سرعت خروج سرمایه بویژه در دولت 13 روزنامه اطلاعات در از آذر ماه سال گذشته به نقل از مقامات بخش خصوصی گزارش داد که در یک سال و نیم اخیر 70 میلیارد دلار سرمایه از بخش صنعت تجارت ایران به کانادا انتقال یافته است. عمل پس توی رئیس صندوق توسعه ملی در بخش ازدواجش عقب ماندن و از نرخ رشد توسعه در کشور منطقه را موجب تبدیل ایران به کشوری وارد کننده توصیف کرد. به گفته مهدی قزنفری ممکن است ایران در آینده به کشوری وارد کننده تبدیل شود و از جمله برای رفع نیاز گاز، گندم و خدمات پزشکی باید به واردات کشورهای ترکمنستان، عربستان، عمان و امارات بپردازد. کراتون بالاتر بسازید. این هم از صحبت هم بوش کنیم مال آقای روحانی رو بده. آقای بخش آقای بیس مال قبل من از شما پرسم سکه ای که این زمان رئیس قوه قضاییه بوده، حالا گوش کنید چی میگه. این روز 3 تومن بوده الان شده 17 تومن شده، چطور این جوون بده؟ من اصلا ناتوان رو دارم میگم، توانا رو بحث نمی کنم، ما ممتنع بحث دیگه هستش. اما کسی که چطور 17 تومن، ما خودمون تو قوه قضاییه چقدر به افراد حقوق میدیم جناب آقای فروزان میر؟ شما به قاضی و کارمند چقدر حقوق میدیم؟ ما متوسط حقوقمون چقدره؟ واقعا چقدره؟ حالا یک کسی اگه محکوم شد ماهی یک سکه بده چی جوری بده؟
ببینید ما گفت یه سوزن به خودت جوالدوز مردم. اگر روز یک سکه ماه یک سکه قرار بود به این دختر خانم بدن، حتما هم دین باید پرداخت بشه. چطوری میشه ما یک سکه ما بدن؟ بله، بعد زمان ایشون سکش 30 میلیون تومان در جا هست دیگه. بله خب بازم کلی براتون زیاد دارم. پس آقای حمال، مردم ایران تبشون بالاست، به درد آقای گرفتارن، عمله عرب و غیره نخواهند شد، شک نکنه بیوسته. اون از کشور دیگه دارن میارن، از هند میارن، از پاکستان میارن، از افغانستان میارن، از مصر دارن میارن، از عراق میارن. خب دیگه آخرین حرفم شعار 16 رزیمون است که متحد شویم و به هم خیش را پس بگیریم. خیلی خوب اتحادشتی واقعا شاهکار داره انجام میشه. ایام بکنم بکنم خوش تا کلیپ بعدی. فکر کنم فردا کلیپ مجموع بذارم روی قضایی هم. تا بعد روزهای خوب، ساعتهای خوب و همه چیز خوب. خدا نگهدار.